عزیزان بیننده سلام، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم پیش شما باشیم و با هم صحبت کنیم راجع به ارتباط هامون، راجع به اینکه چطور میتونیم با هم دیگه ارتباط های صمیمانه تر، بهتر و آرامتری داشته باشیم و به تبع هم با توجه به این ارتباط هایی که ما پیریزی میکنیم و راجع بهشون الان میخوایم بیشتر صحبت کنیم، بتونیم حتی جامعه بهتری داشته باشیم و نقش موثرتری رو توی اجتماعمون ایفا کنیم. این خیلی مهمه. جلسه گذشته ما راجع به اولویت ها صحبت کردیم که این اولویت ها چطور میتونه باشه، حلقه های ارتباطاتمون رو بررسی کردیم. مهمترین حلقه ارتباطی ما که بر طبق کلام خداوند همون ارتباط من یا عزیز دیگری اگر که ازدواج کرده با همسرش هست و بر طبق اون بقیه حلقه های ارتباطی ما شکل میگیره. اما اجازه بدین ادامه این صحبت ها رو از زبان خواهر جواهر بشنویم. توی این جلسه قرار ما راجع به صمیمیت هامون صحبت کنیم که این صمیمیت ها چطور میتونه باشه، آیا حتما بر طبق این صمیمیت های انتخابی شکل میگیره و چگونه میتونه این صمیمیت ها حلقه های ارتباطی ما رو که آیا با توجه به فرهنگ های شخصی جامعه متفاوت میشه رو شکل بده. مرسی خواهر جواهر، ما مشتاقیم ازتون دوباره بشنویم. ممنونم، مرسی برای سلام گرم شما. منم درود میگم به همه شما عزیزان و دیگه خواهر روزا اینقدر گرم و صمیمی با شما سلام خوش آمدگویی کردن، من دیگه چیزی ندارم بگم جز اینکه بپردازیم به موضوع امروزمون. خب خواهر روزا، همونجور که یادتون هست قسمت قبل ما به این پرداختیم که یه سری حلقه ها وجود داره و چقدر خوبه که ما توجه کنیم که اون حلقه اول زن و شوهر باشن و تأثیراتش رو هم خوندیم، از کلام خداوند نگاه کردیم و فکر میکنم این دیگه برامون جا افتاد. میشه ساعتها در موردش صحبت کرد، ولی خب نه زمان برنامه به ما اجازه رو میده و نه وقتش هست و نه من قصد دارم که خیلی وسیع و عمیق برم، چون میدونم اگر که این همین تکنیک های ساده، همین جایگزینی های ساده صورت بگیره، خداوند خود شما رو تا عمق ها میبره. ایمان دارم به این مسئله. ولی حالا برای ما سوال پیش میاد که خیلی خب شما گفتید که حلقه در حلقه است، تو در توه، حالا بقیه اون حلقه ها رو چه کسانی شامل میشن؟ بله، این برای خود منم سوال بود. میتونم اینطوری بگم که در واقع نسبت به فرهنگ ها این متفاوته. برای مثال تو فرهنگ ما خانواده خیلی مهمه. فرهنگ شرقی کلا خانواده جایگاه ویژه‌ای داره. بله، خواهر، برادر، پدر، مادر، حتی گاهن خاله، دایی، عمو، عمه، دخترها و پسرهاشون، اونا برای ما اولویت بیشتری دارن تا دوست و یا همکار ما. بله. خب اینجا میتونیم اینو تشخیص بدیم و خیلی راحت میتونیم اینو جایگزین کنیم، ولی در فرهنگ غربی شما میبینید که دوست اولویت بیشتری داره اغلب مواقع نسبت به خانواده. چرا؟ نگاه ها متفاوته. حالا این نگاه ها چی هستن؟ چند موردش رو من میخوام بهش اشاره کنم که توی هر اجتماعی چه چیزهایی مهم هستن. ببینید ما قومی هستیم عاطفی. بله. پس ساپورت عاطفی، پشتیبانی عاطفی، حمایت عاطفی، رد و بدل و تعامل عاطفی برای ما حرف زیادی رو میزنه. شاید نه اول، برای بعضی شاید اهمیت داره. بله، و اگر اینطور هست خب طبعا میایم رابطمون رو با کسانی تنظیم میکنیم، اون کسانی رو توی حلقه نزدیکترمون قرار میدیم که ما رو به لحاظ عاطفی حمایت و پشتیبانی میکنن، مثل پدر و مادر. در فرهنگ غرب معمولا اینطوریه که دوست ها این رو با هم دارن. مثلا خب خانوما دوست دارن معمولا با خانوما یه سری صحبتاشون رو بکنن، اون دوستی و صمیمیت بین زن و شوهر هست، ولی دوست داری یه حرفای رو با یه خانم، گوش شنوایی میخوای که جدای از گوش شنوا یه خانم احساس میکنه، یه وقتا اون الان اون یه خانوم اونو میفهمه چی میگه، نه اینکه میخواد از شوهرش پنهان کنه یا شوهرش نمیفهمه، ولی یه چیزی هست، حس زنانه یا جنس رو، بله، یه همجنس خودش میکنه. بله، و این برای مرد هم وجود داره که میخواد با یه مرد در مورد مسائل، چون مسائلی که ما با هم صحبت میکنیم متفاوتن. بله. با مسائلی که آقایون با هم در موردش صحبت میکنه، اینجا میاد زن چی کار میکنه؟ میره با مادرش صحبت میکنه یا با خواهرش صحبت میکنه. توی فرهنگ غرب معمولا میره با دوستش صحبت میکنه. نمیخوام بگم اصلا وجود نداره که در غرب که خانواده اولویته، چرا، خیلی زیاده، ولی عمومیت اینطور نیست. هیچ چیزی رو من 100% مطلق اعلام نمیکنم. بعد از موضوع عاطفی در یک اجتماع شاید شخص اینطوری نگاه میکنه که ببینه برای شخص مهمه که رابطش توی یه تعادلی باشه.
توی یک انسجام و تعادلی باشه. اونقدرها حالا تعامل عاطفی احساسی شاید براش مهم نباشه، ولی میخواد اگر با یک گروهی یا با شخصی، با خانواده‌ای در رابطه هست، با اون خانواده یک تعادلی داشته باشه و بدونن که به لحاظ فکری، به لحاظ نگاهی و مشغولیت‌های زندگی نکات مشترکی دارن که بتونن با هم تقسیم کنن. خیلی متفاوت از هم فکر نمی‌کنن. حتی میتونه این نگاه نگاه سیاسی باشه. میتونه نگاه به خانواده و مسائل روزمره باشه. آیا من دوست دارم بیشتر در طول اعتقادی روز باشه؟ باورهای مشترک باشه. آفرین، آفرین. به چی میخوام بپردازم؟ بیشتر وقتمو برای چی میخوام بذارم؟ موقعی که تفریح میکنم، و این در مورد زن و شوهر هم خیلی مهمه، زمانهای آزادم رو بیشتر به چی میپردازم و با کیا میخوام بگذرونم؟ ترجیحم چی هست؟ چه خواستگاهی دارم؟ و اینا رو در برنامه‌های آینده حتما امیدوارم که وقت بشه من توضیح بدم، من که هم آیا هر چیزی که من میخوام و برای خودم به عنوان معیار قرار میدم کاملا 100% درسته و باید انجام بشه یا نه. نکته بعدی که هست خیلی برای افراد میتونه مهم باشه و حلقه بتونن حلقه های بعدیشون و حلقه های نزدیکتر و یا دورترشون رو تشخیص بدن و قرار بدن، اون در واقع احترام و توجه به همدیگه است. شاید اون شخص یا اون خانواده، حالا اون زن و شوهر، فکر میکنن دوست دارن و ترجیح میدن، معیارشون این هست، خواستگاهشون این هست که با کسانی رابطه و تعامل بیشتری داشته باشن که احترام برشون حرف اول باشه، به هم احترام بذارن به هر لحاظ، حدود همدیگر رو، حریم همدیگر رو رعایت کنن، در نظر بگیرن. دقیقاً. هنوز وقت دارم؟ بله، وقت داریم. پس اینا، اینم نکته بعدی بود به لحاظ من شما رو یادآوری میکنم برای راحت. بله، مرسی. نکته بعدی که میتونیم بهش بگیم که خیلی خب، حالا ما زن و شوهر میخوایم ببینیم میتونن به چه چیزی توجه کنن برای حلقه بعدیشون، این هست که با چه کسانی من میتونم همکاری داشته باشم. اگر فرض کنید زن و شوهر خیلی به کار و پیشرفت کاری علاقه‌مند هستن، خب طبعا دوست دارن با کسایی تعامل داشته باشن که اونها هم همینطورن، میخوان که تو کارشون پیشرفت کنن، به لحاظ تحصیلی پیشرفت کنن و بتونن حرفی برای همدیگه داشته باشن که بزنن، بتونن همدیگه رو پشتیبانی کنن. اگر که میخواد تو کارش پیشرفت کنه، به لحاظ تحصیلی هدفی داره، با کسی میخواد نزدیکتر بشه که بتونه به اون یاری برسونه، به اون گاهن نصیحتی بکنه، او رو پشتیبانی کنه که چطور بهتر بتونه کارش رو جلو ببره، موفق بشه در کارش، در بیزینسش، در تحصیلاتش. و اینا همه نکاتی هستن که شاید ما توجه نکنیم ولی خواه نخواه جذب هم میشیم. و اگر که این نکات گاهی میبینید با کسی خیلی احساس راحتی ندارید، ولی خودتون رو مثل اینکه مجبور میکنید رفت آمد کنید، چرا که ما به خاطر دلایلی نه، ببینید خیلی وقتا ما میگیم ما مسیحی هستیم و باید با همدیگه دوست باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، برای همین خودمون رو زور میکنیم با کسانی رفت آمد کنیم، چون که مسیحی هستیم، بایده، مثل یه بایدی به خودمون میگیم. من نمیگم که همه چیز غلطه، این حرف غلطه، ولی میخوام بگم که اینها دخیل هست و اگر که یه رابطه وجود داره که خیلی خوب پیش نمیره، شاید خوبه به این نکات بازنگری بشه. باید دیگه زمان داریم. بله. به این نکات بازنگری بشه که توجه کنیم آیا اون نکات مشترک ما، هدف ما از پیش برد زندگی و اون حیاتی که روی زمین داریم چقدر به هم نزدیکه، چطور نگاه میکنیم اصلا به زندگیمون، به اون هدفی که توی زندگی دارم دنبال میکنم. شاید اینا رو که تشخیص بدیم بتونیم خیلی بهتر روابطمون رو و حلقه های بعدی رو جایگزین کنیم، بدون اینکه احساس کنیم، احساس گناه کنیم، احساس سرزنش کنیم که آخ من چرا با این خانواده نمیتونم صمیمی باشم. مرسی خواهر جواهر، عالی. اگر که به ما اجازه بدین با هم یه استراحت کوتاهی داشته باشین، شما هم گلوی تازه کنین و به زودی برمیگردیم ادامه صحبت ایشون رو میشنویم. مرسی ازتون. عزیزان برگشتیم به استدیو با یه استراحت کوتاه، ما گلوی تازه کردیم، امیدواریم که شما هم این فرصت رو داشته باشین و اجازه بدین تا صحبتمون رو پی بگیریم راجع به خرج‌آورشایی.
بله حتما. خب ببینید، ما در قسمت اول ابتدای برنامه به این پرداختیم که به لحاظ اجتماعی اولویت‌های ما یا همون حلقه‌های بعدی رو چطور تشخیص بدم، چطور پر کنم. من نمیخوام خیلی مکانیکی تکنیکی حرف بزنم، بگم خیلی خوب حالا یه سری تیکه های پازل هست من میذارم جلوتون شما بچینید، نه، ولی چاره ندارم جز اینکه اینطوری از این کلمات استفاده کنم. نمیخوایم بگیم که خیلی خوب من الان میشینم و با توجه به اینایی که گفته شد مینویسم، خیلی خوب پس این شخص میره تو اون حلقه، اون شخص میاد تو این حلقه. نه، اینطوری نمیخوایم برخورد کنیم، خیلی برخورد مکانیکی و سخت چون نمیخوایم شما بگید که حالا خیلی منضبط و بله حتما اینی که من میگم باشه. بله، چون که این یه فرایندیه که زمان لازم داره، همه رابطه ها یه فرایندی دارن، یه زمانی لازم دارن و حتی به لحاظ عاطفی هم مثلا من شما بار اول که هم دیگر رو دیدیم که اینقدر به هم نزدیک نبودیم که الان هستیم، یه زمانی برد، من و شما با هم صحبت ها کردیم، وقت ها گذاشتیم، تعاملاتی داشتیم و به مرور زمان یه نزدیکی و یه عاطفه ای به وجود میاد. پس اینکه انتظار داشته باشیم از همون ابتدا با اشخاصی یا با افرادی وارد یه رابطه عاطفی صمیمانه بشیم، چنانچه خواستگاه و اولویت من عاطفه است، داشتن یه امنیت عاطفی پیش دیگرانه، خب اینو باید تعادل بهش ببخشم و بدونم که زمان لازم داره. ولی حالا این صمیمیت و این عاطفه، ایجاد یه رابطه عاطفی و صمیمی چه چیزهایی رو در بر میگیره؟ آیا من هر انتظاری میتونم داشته باشم توی این روابط؟ درست. هر نیاز عاطفی من باید پاسخ داده بشه، حتی در رابطه با زن و شوهر و رابطه های دیگه‌ای که داریم، پدر مادر، یا اینکه توی حلقه های بعدی چه کسانی قرار میگیرن؟ آیا اینطور هست که همه نیازهای من، همه انتظارات من باید پاسخ داده بشه؟ برای همین من میخوام از شما که بسن اینکه خواهر روزا چرا اینقدر مهمه، چرا ما اومدیم این برنامه رو ساختیم، چرا اینقدر داریم توجه میکنیم به این موضوع، اصلا چرا اینقدر، چه دلیلی داره، چه فشاریه؟ خب اصلا بذاریم هر طور پیش میره بره، ولی در کتاب مقدس ما آیات زیادی داریم در رابطه با روابطی که با هم دیگه داریم، ارتباطاتمون رو چطور بسازیم، چطور ارتقا بدیم. و همونطور که اشاره کردیم در قسمت اول، انسان مساوی با رابطه است و خداوند میخواد این را. خیلی آیه های زیادی هستن که من خیلی مطالعه میکنم و واقعا لذت میبرم از نگاه خداوند به روابط ما و اینکه چقدر این کلام چقدر خوبه که خداوند این کلام رو در اختیار ما قرار داد که بتونیم ازش الهام بگیریم، یاد بگیریم. برای همین از شما میخوام که اول پتروس رو بخونی، آیش رو خیلی عالیه. اول پتروس باب 4 آیه 8. بله. از همه مهمتر یکدیگر را با تمام وجود محبت نمایید، زیرا محبت باعث می شود گناهان بیشمار یکدیگر را نادیده بگیرید. بله، چقدر عالی. محبت باعث می شه که گناه ها، اون خطاها، اون ضعف های بیشمار، این بر من خیلی دلچسبه، بی شمار، یعنی اینطوری نیست که بگیم که خیلی خب من امروز نگاه کنم توی رابطه دوستی که با دوستم دارم، دوست من یه ضعفی داره، مثلا زود جوشه، بعد اینطوری باشم که خب چقدر من این رو تحمل کنم؟ میگه بی شمار. این محبت توی قلب من، محبتی که از خداونده، نه محبت انسانی که انتظار، یک عالم انتظار توش هست، این محبت خداوند توی دل من جور دیگه ای باعث میشه که من نگاه کنم به اون ضعف دوستم. و حالا نکته توی کلامتون بله؟ دارم میگم اضافه میکنم، چون اسم میکنم اگه بریم ازش دور میشم. بله؟ دوتا نکته خیلی مهم برام باز شد، دوست دارم اینو به بینندگانمونم بگم. گفتین که یکی قلب خدا، اینطوری که داریم میگین ما آگاه میشیم با توجه پیامی که توی کتاب مقدس هست، قلب خدا چیه، با توجه به قلب خدا رابطه هامون رو پیریزی میکنیم، و بعد اون ارتباط هایی که داریم، حتی اون حلقه هایی که داریم میگیم، ما الزام نمی کنیم بگیم این حلقه ها هست، اون حلقه ها هم داره بر این اساس شکل میگیره که فقط منی به کار نباشه. یعنی اگه ارتباطی هست، دارم با دوستی ارتباط میگیرم، با همکارم، بر اساس نیاز شخصی من فقط نباشه، دوست من، ارتباط من با شما فقط بر این اساس شکل نگیره که اوکی شما نیاز منو برطرف کردی پس من دوستت دارم، باهات ارتباط بله. میگیرم، و اگه روزی یک دونه نیاز منو پاسخ ندادی، من میگم که نمیتونم تحملت کنم دیگه. بله. حالا چه به اکسس به آیه کتاب مقدس که میگه گناهان بیشمار یکدیگر رو بپوشان. بله بله، بیشمار، این کلمه بیشمار رو به خاطر داشته باشیم که یکی دوتا نیستن ضعف های ما. ولی حالا میخوایم سوال کنیم از خودمون که در واقع
عوامل مهم برای ایجاد صمیمیت در یک رابطه چه چیزهایی هستن؟ من میخوام که با دوستم یه رابطه صمیمی داشته باشم. حالا چه عواملی دخیلن، تاثیرگذارن؟ و من اینم بگم عزیزان که در واقع این حلقه هایی که من اسم میبرم اینا به طور نامشخص و شاید نامرئی در زندگی هامون وجود دارن. ما داریم شاید رعایتشون میکنیم، انجامشون میدیم، درشون هستیم، ولی ممکنه که تا حالا اسم حلقه نذاشته باشیم یا جایگاه خاصی بهشون نداده باشیم. فقط الان فکر میکنم یواش یواش داریم میفهمیم آها چرا پس من فلان جا یا در فلان رابطه یک چالشی داشتم، انگار که چیزایی به هم میخورد، یه چیزایی خوب پیش نمیرفت. این فقط به این عنوان گفتنده هایی که گفته بودین چرا فیکس نمیشه. بله، بله. یکیشون معیوب داره کار بله. میکنه. حالا اگر که ما میخوایم با کسی واقعا صمیمی باشیم، حتی همسرم بعد دوستمون، خواهر، مادر، هر کس، توی همین ارتباطاتی که میگیم، روابطی که میگیم، میخوام صمیمی باشم، چه کار میتونم بکنم؟ چه چیزی میتونم ارائه بدم خودم، از خودم شخصا، که اون رابطه صمیمی بشه؟ نکته‌ای که و این نکاتی که من میگم خواهر روزا، فقط یه مثالای خیلی کوچیکم، من نمیخوام بگم تمامش تو این میگنجه. بله، مثلا در مورد زن و شوهر من میتونستم خیلی بیشتر از اینا بگم، ولی نه وقت برنامه اجازه میده و همونطور که اشاره کردم نه ما میخوایم که خیلی جزئیات رو بله. یا میپردازیم به بله. برنامه دیگه یا حالا میسپاریم به خود شما عزیزان که بتونید بله. دنبال کنین بله. جزئیاتو. دقیقاً. ارتباط باز. حالا ارتباط باز چی هست؟ خیلی واضحه، میگه من باز باشم. این در رابطه با زن و شوهر هم صدق میکنه. من این قسمت پیدایش رو خیلی دوست دارم که میگه در باغ عدن زن و مرد اوریان بودن. این کلمه اوریان بودن خیلی برای من قشنگه، چون نمیدونم اون چه وضعیتی داشته اونجا، ولی انگار همه چیز همدیگر رو میدونستن و میدیدن، چیزی از هم پنهان نداشتن، چیزی رو از همدیگه نمیپوشوندن، قایم نمیکردن تا به این حد، همدیگر رو با همدیگه باز بودن. خب توی رابطه های بعدی هم اینطور هست، اگر که دو نفر با هم دوستن و بعد احساس کنه یکی از اونا گاهن احساس میکنه که اون کلی مسائل داشته، کلی چیزها تو زندگیش پیش برده، ولی اون دوست دیگه‌اش اصلا خبر نداشته، ممکنه اون دلگیر بشه و احساس کنه خب اگر من صمیمی بودم بهش، نزدیک بودم بهش، خب چرا به من نگفت؟ پس فکر میکنم اینم اضافه کنیم که حالا این اوریانی شاید به این منظور نیست که الان ما توی رابطه هامون اگر که بر اون هست باشیم به مثل آدم و حوای اولیه اوریان باشیم، یعنی ما هم خیلی الان با هم ارتباط صمیمانه و نزدیکی داریم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که اون زمانی که اون نگاه گناه باعث نشده دید گناه وارد بشه، به این حد آدم بله. و حوا با هم یکی و یک دست بودن. بله، اون کیفیت رو ما نداریم الان، در واقع بعد از سقوط آدم ما اون کیفیت رو نداریم تو اون رابطه، ولی در مسیح این توانایی رو داریم و این تلاش رو میکنیم که به اون کیفیت برسیم. بله. پس ارتباط باز یکی از چیزهایی هست که میتونه ما رو به هم دیگه نزدیک کنه. احترام متقابل، دوباره برمیگردیم به احترام، احترام و حریم و حفظ محریم و مرزهای همدیگه، که چطور ما اینها رو کنار همدیگه قرار بدیم و اجازه ندیم که یه جاهایی که واقعا مربوط به ما نمیشه، حریم ما نیست و شخص مقابل، حتی همسرت، این رو به تو نداده، این حریم رو به تو نداده، و حتی خودت خوبه که این شناخت رو پیدا کنی که آیا این حریم من هست؟ در برنامه‌های بعدی به این موضوع بازم خواهیم پرداخت، ولی اینها باعث میشه که ما به هم نزدیک‌تر بشیم. ما زمانی به هم نزدیک میشیم، صمیمی میشیم که احساس امنیت کنیم. خب اگر کسی وارد حریم من بشه، به من احترام نذاره، من پیشش احساس نزدیکی نمی‌کنم. اگر برای من باز نباشه، و البته باز بودن منظورم این نیست که همه چیزو به هم دیگه میگیم. بله. مثلا همچین انتظاری نباید داشته باشیم. اینا رو میتونیم خیلی خودمون تشخیص بدیم. لازم نیست من بیام اینجا به شما بگم اینو بگو اینا نگو. میشه از طریق همون زبان بدنی که بهش اشاره کردین و اون فهمایی که گفتیم میتونیم انتخاب کنیم به اون مهارت برسیم، نگاه کنیم. یعنی از همون ابتدا شما به من چطور توجه میکنین، چطور حرف من رو میشنوید، اجازه میدین چطور براتون خودم رو باز کنم. یعنی همون زبان بدن و ابتدایی ترین چیزها رو دقت کنیم. درست.
به نشونه ها دقت کنیم، اون نشونه ها ما رو کمک میکنه که بتونیم دقیق تر پیش بریم و بدون آگاهی هرچه دلم میخواهد بازگو نکنم، بلکه بذارم ببینم که واکنش ها و آروم آروم اون به اون سطح اعتماد و امنیت برسم. اما این موضوعی که گفتیم، وقتی که میبینم فرد به اون اندک من هم احترام نمیذاره و شاید همون اندک و اون سطح اعتماد اولیه به من نمیده، چرا اجازه بدم که این حریم بازتر بشه؟ فکر میکنم و خانه ها نمیشه، هم جلو نمیره وقتی که این نباشه، این احترام نباشه. درست. موضوع بعدی موضوع پذیرشه. پذیرش به هر لحاظ میتونه معنی داشته باشه. پذیرش احساسات، پذیرش همین حریم هاست، پذیرش اون حدی که شخص خودش رو برای شما باز میکنه. از تمام اینها شما میتونی تشخیص بدی که چقدر با یه نفر میتونی نزدیک باشی، صمیمی بشی و چقدر باید اون حریم و اون فاصله رو حفظ کنی. خیلی نکات دیگه هست که من میتونم براتون بخونم و دوباره هم تکرار میشه، نگران نباشید، چیزی رو من از قلم نمیندازم. ولی چیزی که میخواستم بگم، حتی توی رابطه زن و شوهر هم اون صمیمیت، اون رابطه نزدیکی که به هم پیدا میکنن، روی خلقیاتشون بسیار تاثیر داره. یعنی حتی به لحاظ علمی هم ثابت شده. برای مثال در آغوش گرفتن، حالا میتونه زن و شوهر باشه، میتونه دوتا دوست باشه، وقتی که همدیگر رو در آغوش میگیرن، هورمون هایی که تولید میکنه، من حالا اسم هورمون ها و اینا رو نمیارم، نمیخوایم برنامه رو خیلی تخصصیش کنیم، ولی اون هورمون هایی که به ما شادی میبخشه، انگیزه میده، حس امنیت میده و حتی درون ما رو با بیرون اون یکی میکنه. بله، میتونیم اینو بگیم. و حتی شما باورتون میشه که سطح سیستم دفاعی بدن رو بالا میبره و شخص کمتر بیمار میشه. این برای من خیلی جالب بود. یعنی وقتی که اینا رو میخوندم به لحاظ علمی که چطور اون صمیمیت، اون امنیت، امنیت عاطفی، امنیت رابطه، سیستم دفاعی بدن رو بالا میبره و شخص کمتر بیمار میشه، من فقط گفتم واو، خداوند تو چی قرار دادی توی این روابط ما، چطور این رو ساختارش رو چطور چیدی. و بسیار فقط میتونستم بگم که خداوند متبارک هستی و همه کارهای تو خالیست. بله. خواهر روزا، من ازتون میخوام دقایق پایانی یک آیه دیگه از کلام خدا بخونیم. اول قرنتیان رو لطفاً. چه آیه ای را؟ در واقع میخوام با این آیه دوباره بگم که چرا اینقدر باید کنکاش کنیم، چرا باید توی این مسیر پویا باشیم و بخوایم که واقعاً تلاش کنیم. فکر میکنم این آیه خیلی خوبه. خوب گوش کنیم با هم. چه آیه عالی. قرنتیان باب 10 آیه 24. نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. خیلی سعی میکنم که خلاصه جمع‌بندی کنم این قسمت را در رابطه با حلقه ها و اولویت های حلقه های بعدی در ارتباطاتمون، که دقت کنیم به بُعد عاطفی قضیه و بُعد عملی قضیه، که ما هر دوتا رو در نظر گرفتیم. به لحاظ اجتماعی چه مشترکاتی داریم، اولویت های من چی هستن، به لحاظ عاطفی و صمیمیت تا کجاها میتونم جلو برم، و اینکه چقدر مهمه ما توجه کنیم به این مسائل. چون وقتی که ارتباطات ما از سطح کیفی خوبی برخوردار باشه، من و شما بتونیم ارتقا بدیم همدیگر رو. اگر که من به شما توی رابطم کمک کنم، این به خود من بر میگرده، چون که کلام خدا این رو به ما وعده میده. و این تعامل ها در رابطه های ما، در کلیسای ما، میتونه زندگی های ما رو متحول کنه. مرسی خواهر جواهر، عالی بود. اجازه بدیم که به قسمت بعدی برسیم، این موضوعات رو اونجا بررسی کنیم و از بینندگانمون هم بخوایم که با ما توی قسمت بعدی همراه بشن، چون ما میخوایم یه موضوعی رو دنبال کنیم، اونم اینه که این مرزها تا به کجا پیش میرن، حدود من و ما توی این ارتباطات چی میتونه باشه. این دوتا نکته رو من یادداشت کرده بودم و تو نظرم بود که باهاتون در میون بگذارم تا شما هم جلسه بعد، برنامه بعد ما رو دنبال کنید. منتظرتون هستیم، میبینیمتون و به خداوند میسپاریم یک آیه که تونو. خدا نگهدار. خدا نگهدار.